سلام، شب بخیر. چیه؟ باز من دیدی تو تلویزیون جوگیر شدی، نمیتونی یه برنامه درست درمون هر شبی ببینی؟ حالا همش حرف باشه. حکایت اون یارویی که از بلندی پرید مصاحبه کردن، انگیزه چی بود؟ گفت من اگه اونی که هلنداد پیدا کنم، من کدوم ببینم؟ بازم شیطون ما رو عزیز بری میگیری، صداتم در نمیاد. وای که چقدر اسمس زدیم. بخونم؟ آخه اینجا جاش نیست که من بخونم. آخه یه جوون 29 ساله از خانواده خوب با ماشین و موبایل و درآمد مکفی، چشم ابرورم که میبینین، بعد چیکار بکنم؟ به کلاغه گفتن شاهدت کیه؟ گفتم به روباهه. بیمه نمیکنم ما رو. چرا؟ بیمه بدنه. صدا خودم هم هست. یه سایت قراره بزنیم، توپ توپ از اون سایت ها. گفتن لو نده فعلا. ما نمیگیم که سایت میزنیم که قراره سر صدا بکنه. چه جور سایت بگیر؟ اس ام اس دادن کوله پشتی. یعنی چی کوله پشتی؟ یعنی چی؟ یعنی چی آدم؟ این زیرو نمیبینی؟ گذاشتیم گوشه تصویر که ببینی دیگه. حالا باز اس ام اس بدم یعنی چی؟ اما مهمون داریم 20. اصلا جو سلام میخوای سلام بکنی؟ نه بابا لازم نیست سلام بکنی، اون دیگه سلام کردن گوشه رو گرفت. اما بوس نکن ارسلان جان، خوش اومدی. حالا خودت به زبون خودت بگو میخوای جیب کیو بزنی. اما ارسلان الان یکی از بهترین جیبرهای کشور. یعنی ما نداریم غیر ارسلان و چند تا دیگه که تو این اوضاع شلم شبای قربش برم بازم مردم رو فراموش نمیکنن. یعنی همه جا اینجوری ها. آقا چی نوشتی اون زیر نویز زیر چونه منه؟ آن نوشتی حشره کش؟ باشه باز 2000 توش عیب نداره. جون من چیز دیگه نمیگیسی ها؟ آقا بیشترش بری سر ارسلان. یه سری گزارش هم داری. میتی گزارشه چی بود؟ آخر بعدا میبینی. باشه ارسلان سلام. ارسلان با یه چیزی آقا باید یه سازمان بابا ننه دار درست بشه برای حمایت از جیبرایی که تموم زندگی خودشون جوونی خودشونو در راه جیبری از همین مردم مصرف میکنن. اما وقتی بازنشسته میشن به قول اون ضرب المثل که هر چیزی واقعا ممنون امیر مدرس، سعید توکل، باریکلا. خیلی خندیدیم، یه قهومی خندیدن. ان شاء الله تو رادیو هم پخشش میکنم دوباره.